روز 53 مهمانی گفتگو خشایار شما می خواهید به مهمانی جمعه بروید؟ پونه نمی دانم هنوز تصمیم نگرفتم شما چطور؟ خشایار بله حتما شنیدم که برنامه های سرگرم کننده زیادی تدارک دیدند پونه چه ساعتی شروع می شود؟ خشایار ساعت 6 شروع می شود به نظر من شما باید بیایید پونه در موردش فکر می کنم چه کسانی می آیند؟ خشایار همه افراد شرکت پونه خیلی خوب است خشایار در این مهمانی دیجی غذا و نوشیدنی های مختلف است پونه عالی است دستور زبان جمله ساده جمله‌ای که در آن یک فعل به کار رفته باشد سارا به مدرسه رفت نگار درس خواند ضرب المثل سال به سال دریغ از پارسال هر چه بگذرد اوضاع بدتر می شود شب دراز است و قلندر بیدار وقت بسیار است شتاب و عجله لازم نیست شتر در خواب بیند پنبه دانه منظور انسانی است که آرزوهای دور و دراز داشته باشد شریک دوست و رفیق قافله کسی که با هر دو طرف دعوا شریک باشد جمله های رایج اسم مستعار من شهرام است یکی از خاطره هایت را برایم تعریف کن شعر چون که اسرارت نهان در دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود دانه چون اندر زمین پنهان شود سر آن سرسبزی بستان شود مولانا کلمه روز حبس کردن حبس کردن معنی مثال قاضی دزد را به حبس محکوم کرد آجیل ها فندق تخمه آفتابگردان گردو پسته بادام هندی بادام زمینی بلوط گفتگو بهادر ساسان آخر هفته ساسان آخر هفته یک مهمانی بزرگ
ترتیب داده است. رامین: آره، من را هم دعوت کرده است، اما نمی دانم به چه مناسبت است. بهادر: تولدش است. رامین: واقعا؟ من نمی دانستم. بهادر: باید خیلی سرگرم کننده باشد. رامین: من باید به خرید بروم و یک کادو برای تولدش بخرم. بهادر: من کادو برایش گرفتم. اصطلاح روز: چاقو دسته خودش را نمی برد. معنی: هیچ آدم عاقلی به خودش زیان نمی زند. خیشاوند به آشنا آزار نمی رساند. خواندن: ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند بزرگ ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری است. ابو ریحان بیرونی را بزرگترین دانشمند مسلمان و یکی از دانشمندان ایرانی می دانند. همچنین او به پدر علم انسانشناسی معروف است. دانشنامه علوم چاپ مسکو ابو ریحان را دانشمند همه قرون نامیده است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و کتابخانه‌ها نهاده‌اند و لقب استاد جاوید به او اعطا کرده‌اند. کلمات جدید: سرگرم کننده، تدارک دیدن، دریق، پارسال، اوزا، دراز، قلندر، شتاب، عجله، پنبه، رفیق، شریک، قافله، مستعار، خاطره، نقاط دیدنی، اسرار، نهان، مراد، حاصل شدن، پنهان شدن، بستان، اندر، دانشنامه، ترتیب دادن، مناسبت، کادو، زیان، خیشاوند، آزار دادن، قرن، مسلمان، علم، انسانشناسی، محکوم، شریک، دانشنامه.